سوال کردن در مورد سه گناه، یکی زنا، یکی لواط و یکی خود ارضایی، که اینها چگونه گناهان است. خب زنا که مشخص است از جمله گناهان کبیره است، در قرآن منع شده، ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید، انه کان فاحشه و مقتا. گناه زنا یک کار فاحشه است، سبب خشم الله متعال است و الله بر چنین کسی خشم میگیرد، پس زنا حرام و نادرست است. و اما چی که هست در دنیا، اگر صورتی که ثابت بشود، یعنی چهار نفر شهادت بدهند که این شخص ما را او را دیدیم که آله تناسلی او در آله تناسلی زن داخل بود، به همین حالت چهار نفر عادل شهادت بدهند، در این صورت یا خودش باید اقرار و اعتراف کند پیش قاضی، اگر مجرد باشد 100 تا شلاق می‌خورد، به یک سال هم تبعید می‌شود، و اگر متأهل باشد سنگسار می‌شود که در احادیث آمده. اما مثل که گناه خیلی گناه بدی است و جزای سختی هم به او آمده، اثبات او هم خیلی به طریق سختی است، یه شرایط سخت آمده که در حقیقت یعنی به این طریق خیلی مشکله که ثابت بشه. پس هدف اصلی از این مطلب اینه که این گناه خیلی گناه بدی است، از این گناه پرهیز بکنید و از این گناه بیزاری بجویید، و چون این کلا خانواده ها را به هم می‌ریزد، نسب ها را به هم می‌ریزد، آبروها را به هم می‌ریزد، عفت ها و نظام خانوادگی کلا مختل می‌کند. پس ضربه بسیار سخت کلا به روح روان انسان ها و خانواده ها وارد می‌کند و سبب تخریب جامعه است. و دیگه در رابطه با لواط گفتم چگونه گناهی است. خب لواط از زنا هم بدتر است، به دلیل اینکه نسبت به زنا اون زن به نوعی میتونه برای حلال بشه، یعنی راهی دارد اگه برای اون نکاح بکنه حلال میشه، اما لواط هیچ وقت حلال نمیشه، لواط اصلا درست نیست به هیچ روی چی دیگه. پس این از جمله گناهان کبیره است و عده ای از فقها بر این نظرن که شخص لوطی کشته میشه، فاعل و مفعول هر دو، در حدیثی هم که به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت شده، محل بحث هست که حدیث صحیح است یا نه، که کسی که عمل قوم لوط رو انجام داد فاعل و مفعول را بکشید، و لحاظه این از جمله بدترین گناهان است و از گناه به اصطلاح زنا هم بدتر است. ببینید که قوم لوط علیه السلام به همین طریق به خاطر یکی از گناهان بزرگشان همین بود که عذاب شدن، نابود شدن و از بین رفتن. اما گناه خود ارضایی، این هم گناه هست، این هم معصیت هست، چون در قرآن کریم در سوره مبارکه مؤمنون آمده شما از فرج خود را حفظ کنید، یعنی عورتهای خود را حفظ کنید، مگر از همسران خود و کنیزان خود، هر کس غیر اینها را طلب بکند او از جمله تجاوزکاران است. پس معلوم میشه که این کار تجاوز است و گناه است، استمناء و خود ارضایی گناه است. اما به درجه گناه چی نیست، احساس زنا و لواط نیست، این پایین تر است، این به او درجه نیست. اگه چه که بعضی حدیثی نقل کردن که لعنت شده است کسی که این کار انجام بدهد، اما این حدیث دروغی است و حدیث درستی نیست. یک روایت هم نقل کردن که کسانی که استمناء میکنن روز قیامت کف دستهاشون حامله میشود، این هم درست نیست، این روایت صحیح نیست، اما اصلا این کار گناه هست. خب به او درجه نپایین در و در بعضی حالات که اگر شخص بین زنا و بین استمناء قرار بگیره که اگر استمناء انجام نداد 100% زنا انجام میدهد، در این صورت یا غالب گمان دارد، در این صورت فقها گفتن اشکال ندارد، بین دو شر قرار گرفته، شر کوچکتر را پس انجام دهد که از بزرگتر نجات پیدا بکند. اما در حالات عادی فقط برای لذت جویی این کار گناه است و نباید همچنین کاری صورت بگیرد.